حوالی ساعت 6 شام حمله کننده موتر مواد انفجاری را در برابر دروازه سفارت اسپانیا در شیرپور منفجر کرد و پس از آن 3 مهاجم دیگر داخل ساختمان سفارت می شوند. ما سر ما را پایین گرفت، شیشه موتر ما میده شد. محمد ولی در خانه در نزدیکی سفارت اسپانیا نگهبان است و هنگام حمله در این خانه بود. ترق پرق همه زیاد شد داخل، خاکم بود، دودم بود، باز ما دمی خاک و دود خودم کوچه مرا گفتن بگریز دیگه، کوگار نشوی بگریز. مثل کمی زلزله آوری همی خانه ها رو شیشه های ما رو میبینی، کل یک تک انفجار داد، کلش همه تو میده میده کرد. منابع میگویند که دیپلمات های اسپانیایی در اتاق های محافظتی در داخل سفارت پنهان بودند. از همین رو در این حمله به آنان آسیبی نرسیده است. پلیس کابل میگوید که مهاجمان پس از 10 ساعت درگیری ساعت 4 بامداد از پا در آمدند و درگیری پایان یافت. تعداد 5 نفر پلیس کابل شهید و زخمی داریم و 9 نفر مردمای ملکی مجروح شده و از خارجی هم 2 نفر مجروح و فوت کرده. دو روز پس از توافق کابل و پاکستان بر اثرگیری گفتگوهای صلح، گروهی از مهاجمان حمله گروهی را در اینجا انجام می‌دهند. حمله‌ای که پرسش‌های تازه را در ارتباط به روند صلح به وجود می‌آورد. شهرم پاکستان همچنانی که در طول تاریخ به قول خود صادق نبوده، شاید هم یک طرفند دیگری بوده باشه، به دلیل از اینکه زیر فشار 40 کشور و خاصتاً آمریکا و چین وادار شد که این نشست برگزار کنه. تمام عملیاتی که چی در جبهات چی در شهرها صورت میگیره ریشه هایش از بیرون مرزی است. در این حال ایالات متحده آمریکا تاکید می‌ورزد که این گونه حمله ها مانع از سرگیری گفتگوهای صلح نخواهند شد. این نشان دهنده آن است که افغانستان هنوز هم محل خطرناک است و نیاز است که از اشرف غنی و رئیس اجرایی عبدالله عبدالله در روند مصالحه و گفتگوهای صلح پشتیبانی صورت بگیرد. این حمله در یکی از بخش‌های کلیدی کابل از سوی طالبان انجام شد که در نزدیکی آن خانه‌های معاون نخست ریاست جمهوری، وزیر دفاع پیشین ملی و خانه‌های برخی از مقام‌های دیگر قرار دارند.